بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب و آرزوی انرژی و سرحالی برای همتون. صبح چجوری آغاز کنیم؟ طب سنتی راجب صبح چی میگه؟ اول باید صبح تعریف کنیم. بعضی صبحشون ساعت 11 نزدیک ظهره. ببینید، صبح درستش اینه که ما شب زود بخوابیم که صبح حداقل نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار شیم. صبحتون رو با یه دونه سیب شروع کنید. اینم روایت هست که اگر ما صبح رو با یه سیب شروع کنیم، اون روز به طبیب نیاز نخواهیم داشت. خب پس این اولین کار. بعضی ها صبحشون رو مثلا با یه لیوان آب پرتقال شروع میکنن. این مورد تایید طب سنتی نیست. طب سنتی میگه سیب. بعد اگه میخوایم صبحانه بخوریم، صبحانه قوی بخوریم. ببینید در روایاتمون، در عرض کنم خدمت شما که مطالب و معارف طب سنتی، اون همش تاکید شده که لقمت و صباح مسمار البدن. این تا اونجا که یادم، فرمایش پیامبر اکرم صلی الله هست که لقمت و صباح مسمار البدن، یعنی صبحانه ستون بدنه. پس شما قوی ترین، عرض کنم خدمت شما که، غذایی که میتونید بخورید اول صبح بخورید. بعضیا متاسفانه حالا عادت کردن، هم دیر بیدار میشن، هم مثلا یه چای شیرین و مثلا نون پنیر، در حالی که ما روایت داریم که صبحانه پنیر نخور، شب پنیر بخور. ما صبحونمون رو با یه دو سه تا چیز سردی شروع میکنیم. چای سردیه، شکر سردیه، پنیر سردیه. بعد توقع داریم بچه ما میره مدرسه، اونجا چرت نزنه یا دستشویش نگیره، یهو بگه خانم اجازه، آقا اجازه، ما باید بریم دستشویی. پس ببینید طب سنتی همش دستوراتیه که باعث میشه شما قوی و سالم و قبراق باشید. صبحمون رو چجوری آغاز کنیم؟ با ورزش. حتما صبح برای خودتون یه سری حرکات ورزشی و نرمشی در نظر بگیرید با توجه به سنتون. حالا بعضیا جوانترن، ورزش‌های قوی‌تری انجام میدن، بعضیام خب سنی ازشون گذشته، ممکنه با یه پیاده روی یا با نرمش، که حتما توصیه میکنم نرمش کنید. بعضیا میگن ما زانوهامون ایراد داره، نمیتونیم حتی پیاده روی بریم. من میگم اشکال نداره، دراز بکشید، پاهاتون رو هوا حرکت بدید، که اصطلاحا بهش میگن پا دو چرخه. پا دو چرخه که میتونی بری، میتونی که دستاتو اینجوری حرکت بدی، حداقل دستاتو حرکت بده، گردنتو حرکت بده. این حرکت دادن اندام بدن برای اینکه ما روز خوبی داشته باشیم و خدا نکرد یه وسط روز کمرمون نگیره، به هر حال دست و پامون یه قفل نشه، خیلی کمک میکنه. امیدوارم همه روزاتون رو با انرژی آغاز کنید و بتونید به مردم خدمت کنید. موفق باشید.